به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به دو رویداد فوری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. عطا محمد نور میگوید پاکستان مادر طالبان است. عطا محمد نور میگوید که عربستان سعودی با نقش سازنده و روابطی که با کشورهای منطقه دارد میتواند برای حل مشکل افغانستان و مبارزه با تروریسم جهانی قدم های موثری بردارد. آقای نور در مصاحبه با شبکه الحدث گفت نقش عربستان در ائتلاف مبارزه با تروریسم بسیار بزرگ است. این مقام پیشین حکومت افغانستان گفت که عربستان سعودی ارتباط نزدیکی با کشورهای روسیه. ترکیه، چین و بخصوص امارات متحده عربی دارد و می تواند با وفق دادن دیدگاه ها برای استقرار و ثبات در منطقه نقش سازنده و خوبی داشته باشد. آقای نور در این مصاحبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را سیاستمدار هوشمند و دانشمند خواند. او افزود که رشد اقتصادی و توسعه در ابعاد مختلف در این کشور توسط ولیعهد عربستان درهای امید را باز کرده است. عطا محمد نور عضو شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز است. او در این مصاحبه در مورد رابطه طالبان و چین گفت که چین نمیتواند توسط طالبان امنیت را تامین بکند. آقای نور افزود که سیاستی را که چین در پیش گرفته غلط است. والی ازبق بلخ در این مصاحبه که روز شنبه نشر شد پاکستان را مادر طالبان خواند. و در پایان نخست وزیر پیشین پاکستان به تازگی گفته از بزودی از سوی دولت به زندان برگردانده خواهد شد. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان در مصاحبه با برنامه کانفلیکت زون در تلویزیون دوچه وله تاکید کرد من تا سن 70 سالگی یک پرونده کیفری هم نداشتم، اما در چند ماه اخیر تقریبا با 180 پرونده مواجه شدم. عمران خان افزود که حزب تحت رهبری او در این کشور در معرض سرکوب است. وی گفت تمام رهبران حزبم یا مخفی شده یا در زندان به سر میبرم. حدود 10,000 تن از کارکنان ما در حال حاضر در زندان هستند. بنابراین سرکوب شدیدی علیه حزب هم وجود دارد. خان تصریح کرد حتی اگر من در زندان بیافتم که فکر میکنم دیر یا زود این اتفاق رخ دهد، آیا آنها به حزب من اجازه رقابت در انتخابات را خواهند داد؟ میترسم از این که دولت پاکستان انتخابات را به تعویق بیاندازد. آنها شاید به خاطر ترس از شکست علیه قانون اساسی پاکستان نیز عمل کنند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.